یک قرن از جنایت ضد اسلامی، ضد فرهنگی و ضد شیعی سنی های تنرای وحابی در تخریب حرم احمه اطال علم در قبرستان بقی می گذرد. اما از آن زمان تا کنون نه تنها فتواهای منحرف مفتیهای وهابی به سمن نرسیده بلکه روز به روز تلاش شیعیان و عاشقان اهل بیت اسمت و تهارت علیهم السلام در سراسر سر جهان در مسیر مطالبه بازسازی حرم ائمه بقی علیهم بیش از پیش شده است همکارم فاطمه موسوی گزارش می‌دهد اکنون ما در سال 1444 قمری به سر میبریم دقیقاً 100 سال پیش یعنی در سال 1344 قمری وهابیون با تکیه بر فتوای مفتیان وهابی خود حرم ائمه اطهار علیه السلام در قبرستان بقیع را مورد حمله قرار داده و آن را به طور کامل تخریب و با خاک یکسان کردند از آن زمان تا کنون علما و شخصیت های بسیار زیاد شیعی در جهان تلاش کردند برای بازسازی بقی گام بردارند که به از آن اکثریت قریب به اتفاق علما بیشتر شخصیتی دینی که برای این اقدام تلاش کرد و گام های بسیار زیاد و مؤثری برداشت مرحوم آیت الله سید حسن شیرازی قدس از سر رو برادر بزرگتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظما سید صادق شیرازی دام مزلو بوده است ایشان با انجام سفرهای متعدد و دیدارهای مختلفی موفق شد موافقت بسیاری از شخصیتهای دینی و سیاسی سعودی را برای بازسازی حرم ائمه اطهار بقی به دست آورد اما در مراحل نهایی این تلاش با توطعه برخی گروه ها ناکام ماند این تلاش مرحوم آیت الله سید حسن شیرازی سالها بعد توسط برادر بزرگوارشان آیت الله الازما سید صادق شیرازی دام و نیز ادامه یافت به طوری که ایشان چند سال پیش در یکی از سخنرانی‌های های خود هشتم شوال را روز جهانی بقی نامیدند و با این اقدام روز تازهی به بقی دادند و موجب زنده شدن نام بقی در ذهن و قلوب شیعان جهان شدند. از آن سال به بعد نیز هر سال شاهد افزایش تلاش ها و مطالبات شیعیان و عاشقان اهل بیت اسمت و تهارت علیه مسلم در سراسر سر جهان برای بازسازی حرم ائمه بقی علیه مسلم هستیم. امسال نیز فعالیت ها و برنامه های مختلفی در این راستا در شهرها و کشورهای مختلف جهان و نیز در فضای مجازی آغاز شده و همچنان ادامه دارد. یکی از این اقدام هایی که امسال صورت گرفته ایجاد هشتک بقی را می سازیم در فضای فارسی و البقی مطلبنا در فضای عربی بوده که بررسی های انجام شده نشان میدهد تا به این لحظه ده هزار بار در فضای مجازی مورد استفاده قرار گرفته و موفقیت قابل توجهی را کسب کرده و گام های مؤثری در مسیر دستیابی به هدفش برداشته است. از دیگر اقدام های صورت گرفته در راستای مطرح کردن درخواست بازسازی حرم ائمه بقی علیه مستلام برگزاری برنامه و مجالس مختلف در شهرها و کشورهای جهان بوده که در چند روز گذشته انجام شده و همچنان ادامه دارد. تا به این لحظه در شهر مقدس قوم، اسفهان، شهر مقدس کربلا، نجف اشرف، بغداد، سیدنی استرالیا و برخی استانهای عراق از جمله استان دیالی، بابل، واسط، دیوانیه المصنا زیغار میسان و بصره و همچنین در کشور ایالات متحده آمریکا هند پاکستان و ماداگاسکار مجلس های مختلفی با هدف بزرگداشت روز جهانی بقی برگزار شده است بیت آیت الله العظمی سید صادق شیرازی دام مزلو در شهر مقدس قم نیز روز گذشته یک شنبه هشتم شوال میزبان برگزاری مراسم بزرگ داشتی با حضور معظم الله و با حضور ده ها تن از علما فضلا طلاب علوم دینی و عموم شیعیان بود در همین راستا در بغداد پایتخت عراق نیز صدها تن از شیعیان و عاشقان اهل بیت اسمت و تهارت با برگزاری تجمع اعتراضآمیز مقابل سفارت عربستان ضمن محکوم کردن جنایت تخریب حرم ائمه بقی علیهم السلام خواستار بازسازی بقی شدند این تجمع به همت سید عارف نصرالله رئیس روابط و عمومی دفتر آیت الله سید صادق شیرازی دامنزلو در شهر مقدس کربلا برگزار گردید. ناگفته نماند عطبات عالیات در شهر مقدس کربلا و نجف اشرف نیز به مناسبت هشتم شوال روز جهانی بقی سیاه پوش شده و مراسمی نیز برگزار کردند. روزنامه ها، سایت های خبری و برخی نشریه ها در سراسر سر جهان نیز با انتشار مطالب و گزارش هایی به موضوع جنایت تخریب بقی پرداخته و سعی در زنده نگه داشتن یاد و خاطره بقی داشته و دارند. از سوی مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام نیز در شبکه های مختلف خود در چند روز اخیر برنامه های مختلفی را به شش زبان مختلف به موضوع بازسازی بقی اختصاص دادند. آنچه مسلم است این است که شیعیان و عاشقان اهل بیت اسمت و تهارت علیه مسلم در سراسر جهان تا محقق شدن آرزویشان و با سازی حرم ائمه اطهار علیه مسلم در بقی از هیچ گونه تلاش و کوششی دست نخواهند کشید. فاطمه سادات موسوی اخبار شیعه